خب شنوندگان برنامه صدای ایرانی که از رادیو جوان، امیدوارم هر جا که هستین شنگول و منگول و حبه انگور باشین. مهسا اومده خانم آقایان. مهسا، مهسا جون سلام. سلام گوگولی. سلام به شما. خب انرژی داره مهسا حسابی امروز. آره مهسا جون، در اون تورنتوی یخ زده چطوری؟ خوب، عالی. من انقدر شماها صداتون پر انرژی، اینجا یه بقدر نمیتونم حرف بزنم، مردم از خنده. حالا ببین تو آخر مصاحبه ما چی داریم اینجا. حالا تازه شروع شد، باز این وعده داد. خب مهسا جون چه خبر؟ خوش میگذره؟ خبر عالی، بعضی روزا خوش میگذره، بعضی روزا نه اونقدر، ولی بیشتر روزا آرش. به شماها چی؟ والا ما هر بار که در کنار شبی خانوم هستیم از خوشحالی نمیدونیم چه جوری با عمو هومن کشتی بگیریم. خب ببینم مهسا جون، تو که اینقدر حالا به داره خوش میگذره و همه چیزم شنگول و منگول و شاده، چرا آهنگ شاد نمیخونی؟ سه چهار تا بچه‌ها پرسیدن چرا مهسا دیگه آهنگ شاد نمیخونه. راست میگه دختر به این خوشگلی، زیبایی، قد بلند، رعنا، رشید، خوش بداره. چرا دختر بندر واسه خود؟ نه دختر بندر نه، شنگولی خون شنگولی تو شاد، فقط دختر بندر شنیدی؟ او صداش هم که خوبه. بگو اصلا مهسا جون، به اینا توجه نکن، شما بگو. چرا آهنگ شاد میخونی شما؟ آهنگ شاد میخونم، نوازشو خوندم همین حدود یه سال پیش اومد بیرون. کلن ترانه باید خوب باشه، شادی و اونش زیاد مهم نیست برام. کلن همیشه دنبال ترانه خوب میگردم، احساسش بعد خوب باشه. دقیقاً. حالا باید بتونی باشه ارتباط برقرار کنی. آره و یه چیزی هم بگم بچه ها، من اصلا خودم با کارهای شاد مسئله ای ندارم، منتها بیشتر کارهایی که می نویسن بچه ها و قشنگه بیشترشون کارهای آرومه و متاسفانه کارهای شاد ما زیاد پرمحتوا نیستش. درسته، دقیقاً. وقت شما تو نیروی دریایی چی کار میکردین؟ توی نیروی دریایی من شنا میکردم. نوی یعنی چی و کجاییه؟ اصلیتتون کجاییه؟ نوی اصلیت من خودم در تهران به دنیا آمدم، اونجا بزرگ شدم و مادر بزرگ من که خدا بیامرزدشون روحشون شاد، ایشون پدر مادرشون مال گرگان بودن. به به. و همینجور همینطور ما یه رگ ترکی هم داریم دیگه. به به، هومن جشن بگیریم. الان من و هومن اینجا لذی میرسیم. ترکی ایران نه ترکیه که فرق نمی کنه، همه جای دنیا سرای من است. حالا فاطمه گفته که شما با احساس ترین بانوی خواننده ایرانین توی دهه 70. بعد از ایشون گفته که بپرسیم متأهله یا مجرد، اگه متأهله شوهرش کیه، بچه هم داره، اگه مجرده نمیخواد ازدواج کنه. جوسی شد، جوسی شد. خیلی زود رفتیم سراغ این سوالا. خیلی زود. سلام میکنم به فاطمه عزیز، ممنونم از عشقی که به من دادن برای کلمه های زیباشون. و من ازدواج نکردم. نه تموم نشد، ازدواج نکردم، ولی همیشه توی رابطه هستم و توی رابطه جدی هستم. خیلی هم احساس خوبی دارم و بچه‌ام ندارم. آخه خب مهسا جون، کدومی که از اون آهنگاتو به اون کسی که تو رابطه جدی و قشنگ باهاش هستی تقدیم کردی؟ کدومش راجب اون آدمه؟ آره بگو که ما هم بدونیم. طرف بی ربط میگه اون ازدواج. نه اصلا، اتفاقا باور کن شبنم، ازدواج اصلا کاری نبود که مثلا خود من تجربه کرده بودم، ولی همیشه ترانه هایی رو انتخاب میکنم که احساس میکنم آدم ها بتونن باش رابطه برقرار کنن و برای این کار انتخاب کردم و خوندم. کاری رو هنوز دریکید نکردم، به تقدیم نکردم به کسی که دوستش دارم، ولی یه کار جدید دارم به زودی که اون کار خودم خیلی دوست دارم و دوست دارم که این کار رو تقدیم کنم به کسی که دوستش دارم. اسم این آهنگ چیه؟ کی در میاد؟ اسم این آهنگ میترسم. نه خب بگو اسمشه.
نه گفت میترسم اسمشه به خدا اسمش میترسم بابا ما اینجا خانم مهزا خانم ما اینجا خودمون همه رو میذاریم سر کار حالا شما میخواییم ما رو بذاریم اذیت نکن ما آره چرا اذیت میکن چه باحال از چی میترسی حالا اسم این آهنگ هستش ترس یا میترسم که راستشو بخواین هنوز انتخاب نکردیم ولی کاریه که خودم خیلی دوست دارم بسیار عالی پس منتظر این کار هستیم فکر میکنم حدوداً میترسم که میخواد در بیاد برای ویدیو این کار دارم هفته دیگه میام لس آنجلس که انشالله اگر که همه چیز خوب پیش بره فکر میکنم تا یه ماه دیگه بیاد بیرون خب مهسا جون میخوای یه خط یا دو خط از این میترسم واسه ما هر جوری که دوست داری یا بخونی یا دکلمه کنی هر جوری که کیف میکنی یه خطشو برای شما بخون نمیخواین سورپرایز باشه نه ما میخوایم تو ما میخوایم رادیو جوان اولین بار پخش بشه از طریق خودت باشه مرسی تیک تیک عقربه ها تو نگات توی نگام دو تا دستو تو گرفتم التماسی تو صدام ترسم از اینه یه روزی نباشم همه وجودت نمیخوام تموم بشن دقیقه ها ای بابا بابا خوش به حالمون یه نفری که داری آهنگو بهش تقدیم میکنی به خدا خوش به حالش چقدر آهنگ قشنگیه چقدر آهنگ متشکرم مرسی من آمادگی نداشتم ولی به خاطر شماها دیگه آدم آره شماها دیگه مثل یه خانواده آدم این حرفا رو نداره آخه لطف مرسی مثلا جون کارهای هنری کردن حالا چه آهنگ خوب انتخاب کردن چه موزیک خوب پیدا کردن اینا کار مشکلی ویدیو ساختن کار مشکلی کدوم قسمت از این کارهای هنری از همه سخت‌تره هر کدومش سختی های خودشو داره ولی خب شیرینی های خودش هم داره ترانه انتخاب کردن خب برای من ستون کاراست و مهمترین قسمت برای من بس. من خیلی ترانه اهمیت میدم بعد ما هم ترانه رو خیلی دوست داریم اینجا از همینجا سلام میکنم خدمتشون بعدم خب یه ملودی با اون ترانه چجوری هماهنگی پیدا بکنه اون خیلی مهمه بله ملودی و ترانه دیگه چه بهتر بله و بعدش هم خب تنظیم کار باید جوری باشه که این دوتا رو قشنگ با هم دیگه خوب پرزنت بکنه خوب نشون بده و قسمت بعدش هم که قسمت خوندن منه که منم سعی میکنم بهترین اجرا رو همیشه انجام بدم مثل ورزش کردن میمونه یعنی شما باید هر روز تمرین صدا بکنین و اینا 100% حالا هر روزم نه ولی خب باید وقت بذاری و این کار انجام بدی بسیار خوب خیلی خوب پس اگر اجازه بدین یه بریک کوچولو بگیریم کوچولو بگیریم فقط مهسا جون کدومه که از آهنگای خودت خیلی دوست داری که الان تو بریک الان فکر میکنی با این مدل برنامه ایرانی که چه آهنگ الان میچسبه که از مهسا ما پخش کنیم من فکر میکنم آهنگ نوازش رو به همه شما و شنوندگان عزیزتون الان دوست دارم تقدیم کنم مرسی من ذوق کردم خب بریم آهنگ قشنگ نوازش با صدای دلنشین مهسا سالم کسی به ما چیز تقدیم نکرده بود برمیگردیم همچنان به صدای ایرانی کن میپاشیم با ما باشیم بله عالی دو خود پایه ای ای والا چشمای بسته تو رو با بوسه بازش میکنم قلب شکسته تو رو خودم نوازش میکنم نمیذارم تنگ غروب دلت بگیر از کسی تو وقتی من کنارتم به هر چی میخوای میرسی خودم بغل میگیرمت پر میشم از عطر تنت کاشکی تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت خودم
هرچی که دوست داری بگو، حرفای قلب تو بزن، دلخوشی هات مال خودت، درد دلت برای من. من واسه داشتن تو قید دنیا رو زدم، کاشکی ازم چیزی بخوای تا به تو دنیامو بدم. هرچی که دوست داری بگو، حرفای قلب تو بزن، دلخوشی ها مال خودت، درد و دلات برای من. من واسه داشتن تو قید دنیا رو زدم، کاشکی ازم چیزی بخوای تا به تو دنیامو بدم. خودم بغل میگیرمت، پر میشم از عطف تنت، کاشکی تو هم بفهمی که میمیرم از نبودنت. خودم به جای تو شب و بهونه ها تو میشمارم، جای تو گریه میکنم، جای تو قصه میخورم. خودم بغل میگیرمت. برمیگردیم با مهمون خوشگل و خوشتیپ و قد بلندمون، مهسای عزیز. مهسا، کسی که در نیروی دریایی ایران نیوی آهنگ نوازش هم که تقدیم برنامه ما کرد. به به، چقدر آهنگ باشه. خب برابرس، اگه میخواید با مهسا در ارتباط باشید، آدرس فیسبوک پیج مهسا facebook.com/mahsa.navy. نیوی نه، نوی. نوی ما هنوز که هنوزه با این فامیل نیوی، آخه خیلی به همچین امریکا رب داره. نوی محسو چون من یه سوال میخوام خودم از خودم بپرسم، کسی نپرسیده، از خواننده های قدیمی یا خواننده های جدید کیا رو از همه بیشتر دوست داری؟ از خواننده های قدیمی، از بچگی خانم گوگوش رو خیلی دوست داشتم و تا امروز دارم. خانم لیلا فروهر رو صداشون رو خیلی دوست دارم. به به. آقای داریوش رو همیشه خیلی دوست داشتم از بچگی. سیاوش قمیشی رو دوست دارم. کلن بیشتر رو دوست دارم، کارای خوب رو همیشه دوست دارم. هایده اینا چطور؟ هایده مستی همیرا جایگاه خودشونو دارن، روحشون شاد. فکر نمی کنم کسی باشه تو این دنیا که ایشونو صداشونو نپرسته. واقعا معرکه بوداره. از برابکس جدید، از دوستانی که حالا در خارج از ایران و یا داخل ایران هستن، چی خبر داری از جوون مبونا؟ دوست داری بله کارشونو؟ من کاره همه رو دنبال میکنم. کلا موزیک رو خیلی خوب زندگی میکنم باهاش، کاره خوب و همیشه گوش میکنم. کاره بچه های ایران، صدای احسان خاجمی رو خیلی دوست دارم و کاره سون بند رو خیلی دوست دارم، محسن یگانه رو خیلی دوست دارم. کاره بچه های ایران بیشترشون خیلی خوبه، یعنی کلن این ور اون ور نداره، کاره خوب همیشه سرصدا میکنه و همه دوست دارن. درسته. اون وقت رپ چی؟ رپ ایران رو گوش میکنی؟ دنبال میکنی؟ من کاره یاسو خیلی دوست دارم. به به. الان از این دوستانی که گفتی دو سه تاشون